سلام، وقتتون بخیر. من محمد براتی هستم از آهوتا. خواص عسل طبیعی و فواید شگفت انگیز اون برای درمان مشکلات معده، قلب و عروق، پوست اعصاب و بسیاری خاصیت های دیگه که به طور علمی به اثبات رسیدن رو میخوایم تو این مقاله و این ویدیو بررسی بکنیم. به وسیله عسل نه تنها میشه شکر رو از سبد غذایی حذف کرد، بلکه مواد مغذی و سلامتی رو هم میشه وارد زندگی کرد. تو ترکیب اصلی یه قاشق غذاخوری عسل حدود 64 کالری هست و هیچ گونه چربی یا کلسترولی نداره. اما 25 مورد از خواص عسل طبیعی رو میخوایم اینجا بررسی بکنیم. اولی، کمک به رفع آلرژی. به دلیل خواص ضد التهابی عسل، این ماده قادره تا به کاهش علائم آلرژی کمک کنه. عسل به دلیل دارا بودن مقادیر کم گرده گل به عنوان یک واکسن طبیعی عمل میکنه. اگر در فصل آلرژی از آبریزش بینی و خارش چشم رنج میبرید، عسل میتونه کمک زیادی به شما بکنه. دو، تقویت انرژی بدن. اگه تاکنون براتون پیش اومده که تو محل کار پس از نهار احساس خستگی مفرط میکنید یا هر روز صبح به سختی از رخت خواب خودتون بیدار میشید، میتونید از یک تقویت کننده طبیعی انرژی برای رفع این مشکل استفاده کنید. عسل به دلیل مقدار بالای کربوهیدرات خودش منبع شگفتانگیزی از انرژی قند فرآوری نشده است. گلوکوز و فروکتوز عسل به سرعت وارد جریان خون میشن و این کار باعث تقویت انرژی مورد نیاز برای تحرک شما میشه. 3. خواص عسل برای تقویت حافظه. همه ما دوست داریم با افزایش سن همچنان حافظه قوی داشته باشیم. بنابراین مصرف غذاهایی که باعث تقویت حافظه میشن توصیه میشه. آنتی اکسیدان ها مواد شگفت انگیزی جهت تغذیه سلول های مغزن. مشخص شده که چندین آنتی اکسیدان تو عسل وجود داره که میتونه مغز شما رو تو بهترین وضعیت خودش قرار بده. از اونجایی که عسل به کاهش سرفه کمک میکنه، با شایع تر شدن سرماخوردگی به خصوص تو ماهای زمستانی مصرف اون میتونه بسیار مفید باشه. شما میتونید از شربت‌های سرفه تجویز شده به وسیله پزشک استفاده کنید، اما مواد تشکیل دهنده اونها برای سیستم ایمنی شما مضرند. تمام مواد موجود تو شربت سرفه برای شما سلامتی به ارمغان نمیارن. اما عسل نوعی داروی قدیمی برای سرفه است که برای سلامتی مفیده. عسل دیواره گلو رو پوشش میده و از طریق تسکین انتهای عصبهایی که از گلو محافظت میکنن باعث آرام شدن گلو میشه. 5. کمک به بهبود خوابه. برخی از افراد تو جهان داره اختلال در شروع یا ادامه خواب هستن که این امر میتونه باعث خستگی و سستی شدید بشه. به جای استفاده فوری از داروی خواب‌آور، حتما به فکر داروهای طبیعی باشید و یک بار هم که شده عسل رو امتحان کنید. قطعا میتونه به کمک شما بیاد. 6. کمک به رفع شوره سر. در صورت که پوست سر شما دچار خارش شده یا مشکلات مربوط به شوره سر دارید، خبر خوش برای شما اینه که دانشمندان دریافتن زمانی که محلول رقیقی از عسل آب و روی پوست خودتون به کار ببرید و این محلول به مدت چند ساعت روی پوست خودتون بذارید، پوست سر شما تو سریعترین زمان ممکن به وضعیت سلامت قبلی خودش برمیگرده. 7. خاصیت عسل برای خراش‌ها و سوختگی‌ها. عسل به دلیل ماهیت آنتیبیوتیکی خودش میتونه به تسکین و درمان زخم و سوختگی ها کمک بکنه. در صورت که یک جای زخم یا سوختگی دارید، از عسل استفاده کنید، چون این کار به ضد عفونی کردن زخم از باکتری های جدی کمک میکنه. 8. کمک به رفع تبخال. سر و کار داشتن با مشکلات ناشی از تبخال قطعا میتونه خسته کننده باشه و داروهای داروخانه‌ای گاهی اوقات پاسخگوی رفع این مشکل نیستن. شایان ذکر که بسیاری از افراد به دلیل اینکه به خاطر مشکل خودشون احساس شرمندگی میکنن، تمایلی به خرید داروهای مربوط به تبخال ندارن. پس برای این دسته از افراد عسل میتونه یه جایگزین بسیار عالی باشه، چون استفاده از عسل روی زخم ها باعث خارج شدن مایعات درون اون زخم میشه، به رفع علائم مربوط به تبخال هم کمک میکنه. از این گذشته به دلیل اینکه عسل داره مقدار قند بالایی، میزان رشد میکروارگانیسم ها رو هم به حداقل میرسونه. 9. بازیابی رطوبت پوست.
برای اون دسته از افرادی که به داروهای دستساز خانگی علاقه دارن، عسل ماده خارق‌العاده‌ایه که به بازیابی مجدد رطوبت پوست دست ها، پاها و کل بدن کمک میکنه. از اونجایی که عسل رطوبت رو به خوبی حفظ میکنه، میتونید مقداری از اون رو به شامپو، حالت دهنده های مو و مرطوب کننده های خودتون اضافه بکنید. کمک به رفع رفلاکس اسید معده دهمین خاصیتیه که تو این ویدیو میخوایم بررسی بکنیم. عسل به عنوان داروی بازگشت اسید معده به مری و تسکین دهنده رفلاکس اسید معده و سوزش معده شناخته میشه. بهترین نوع عسل برای درمان رفلاکس معده عسل کتیرا، عسل گون و یا عسل آویشنه که میتونید از طریق فروشگاه آهوتا تهیه کنید. البته اگه علاقه به چنین کاری ندارید، میتونید از هر نوع عسل طبیعی و خام دیگه هم استفاده بکنید. یک قاشق غذاخوری عسل رو قبل از هر وعده غذایی مصرف کنید و همچنین یک قاشق غذاخوری عسل رو درون آب گرم حل کنید و قبل خواب میل نمایید. یازدهمین خاصیت برای تقویت سیستم ایمنیه. سیستم ایمنی برای سلامت بدن بسیار مهمه، چون بدن رو در مقابل امراض و بیماری ها محافظت میکنه. مصرف منظم عسل به دلیل خواص ضد باکتریایی و آنتی اکسیدانی میتونه باعث تقویت چشمگیر سیستم ایمنی بدن شما بشه. دوازدهمین مورد، کمک به پیشگیری و مبارزه با سرطانه. از خواص دیگه عسل میشه به پیشگیری از ابتلا به سرطان یا مبارزه با اون اشاره کرد، چون دارای خواص بازدارندگی کارسینوژنه و میتونه به مبارزه با رشد تومورهای موجود کمک کنه. سیزدهمین مورد، خواص عسل برای درمان آکنه است. هیچکس دوست نداره به آکنه دچار بشه، چه نوجوان باشی چه یه فرد بالغ. اگه به آکنه دچار شدید، افزودن عسل به رژیم غذایی خودتون و به کارگیری از اون برای نواحی تحت تاثیر رو مد نظر قرار بدین. عسل حاوی مواد جاذب رطوبته که پوست شما رو مرطوب میکنه و قابلیت از بین بردن باکتری های عامل آکنه رو داره. 14. افزایش میل جنسی. عسل میتونه به عنوان افزایش دهنده طبیعی میل جنسی به کار بره و مصرف اون میتونه تو این مورد بسیار کمک بکنه. 15. درمان مشکلات سینوسی. التهاب سینوس ها ممکنه باعث بروز علائم آزاردهنده بشه. در صورتی که مبتلا به مشکلات سینوسی شدید هستید و این موضوع آزار فراوان به شما میده، میتونید از عسل برای رفع این مشکل استفاده کنید. برای منظور میتونید نیم تا یک قاشق چایخوری عسل رو به صورت روزانه یا هر شب قبل از خواب به صورت خوراکی مصرف کنید. توی چند ماه متوجه کاهش علائم مربوط به سینوس های ملتهب خواهید شد. 16. درمان عفونت های قارچی. فلاونوئید های موجود تو عسل تو اکثر زنانی که از عسل به عنوان یک داروی خانگی استفاده میکنن، آلبیکان های کاندیدا رو مهار میکنه و میتونه برای عفونت های قارچی بسیار مؤثر باشه. 17. کمک به رفع بیماری های لثه. به دلیل اینکه عسل ماده ضد میکروب بسیار خوبیه، علی‌رغم محتوای قندی موجود در اون، میتونه به درمان بیماری های لثه کمک کنه. محققان اظهار میکنن که آنزیمی در عسل وجود داره که مسئول تولید پراکسید هیدروژنه. این پراکسید همون ماده‌ایه که به عسل خاصیت ضد میکروبی میده و رشد باکتری های پلاک لثه رو کاهش میده و مقدار اسیدهای دهان رو محدود میکنه. 18. عسل شیرین کننده طبیعی. عسل شیرین کننده طبیعی بسیار عالیه، اما باید مراقب افراد یا تولید کنندگانی باشید که عسل رو تصفیه میکنن و بسیاری از خواص ضد باکتریایی اون رو از بین میبرن. در صورت که یه عسل درجه یک رو از یکی از فروشگاه محل خودتون خریداری میکنید، این احتمال وجود داره که این عسل شدیداً تصفیه شده باشه. 19. خواص عسل برای درمان اگزما است. برای افرادی که از اگزما رنج میبرن، عسل طبیعی میتونه باعث تسکین مشکل اونها بشه و مصرف مداوم عسل برای این مورد هم توصیه میشه. 20. فواید عسل برای تنظیم کلسترول خونه. اگر مبتلا به مقدار بالای کلسترول هستید، افزودن یک قاشق عسل به رژیم غذایی روزانه خودتون رو مد نظر قرار بدین. عسل داره مقدار کلسترول صفر و مواد مغذی متعددی مثل کلسیوم، پتاسیم و ویتامین های گروه B. 21. استفاده از عسل جهت خونسردی. شاید براتون جالب باشه، اگرچه مصرف عسل برای شما خیلی مفید و میتونه
حتی افراد دیابتی میتونن استفاده بکنن. برای افزایش خونسردی به دلیل فروکتوز بالا هم میشه از اون استفاده کرد. یه قاشق چایخوری عسل تقریبا حاوی 4 گرم فروکتوزه و در صورتی که به مقدار زیاد مصرف بشه میتونه برای افراد مبتلا به دیابت یا افرادی که تو مراحل اولیه مشکلات مرتبط با مقاومت در برابر انسولین هستن مشکل ایجاد بکنه. اما کاهش مدت زمان اسهال، بر اساس تحقیقات مشخص شده که عسل شدت و مدت اسهال رو کاهش میده. 23 مبارزه با عفونت. مطالعات اخیر تو مجله اروپایی میکروب شناسی بالینی و بیماری عفونی نشون داده که یه نوع خاصی عسل به نام عسل مانوکا میتونه به جلوگیری از جدا شدن باکتری هایی در بدن کمک کنه که به عنوان عامل ایجاد اسهال و بیماری های شدید شناخته شدن. 24 منبع خوبی از آنتی اکسیدان هاست. عسل خام شامل مجموعی از مواد گیاهی که به عنوان آنتی اکسیدان ها عمل میکنند. بعضی از انواع عسل ها دارای آنتی اکسیدان های موجود در میوه ها و سبزیجات هستند. آنتی اکسیدان ها به محافظت از بدن در برابر آسیب سلولی در اثر رادیکال های آزاد کمک میکنند. و اما 25 مورد، کمک به گوارش بدن. ثابت شده که عسل برای درمان باکتری های عامل شایع زخم معده موثرند. همچنین یه پروبیوتیک قویه که باکتری های خوب موجود در روده ها رو که نه تنها برای هضم بلکه برای سلامتی هم مهم هستن رو تغذیه میکنه. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لطفاً اون رو با دیگران به اشتراک بذارید و نظرتون رو هم با ما در میون بذارید. شاد باشید و تندرست. خدا نگهدار.